آزادی داریم که نظام توش بازی میکنه، اجازه داره بازی کنه. بله، شما وقتی راست چپ میزنیم اگه این سیم باشه این حرکت رو داره، اگه صفر باشه میکنه سیم. درست. و موچ که میچرخه میاد قشنگ جوری سیم رو رد میکنه. یکی هم هست که اینجا رو این قسمت انگوش گذاشته میشه و باز همین حالت، این روش و این حائل میشه داشت. قبلی مثلا شما قبلی نفهمیدم قبلی این رو این نوکر نهروی هم میشه، این رو این بند اوله. که این هر دو شیوه در تار استفاده میشه. شما نظر خودتون چی کدوم استفاده میکنم؟ من هر دو رو استفاده میکنم. یعنی اینکه البته بیشتر توی این سالهایی گذشت رو اینجا استفاده میکنم، الان از این هم استفاده میکنم چون یه مدار تار آذری هم میزنن. بله. ولی که اینجا یه مقدار انعطاف مضراب کمتر میشه و راست و چپ های شفافتری شما میگیرید، ولی برای ریز اینجا بازی خوبی داره. ببین همین حرکت رو میگیرید وقتی که بعد این اینجای مچ این حالت دقیقا ببین دست کاملا حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه. ما که اینجوری کنیم یعنی یه فشاری داریم به دست میگیریم که فرد شما سازم که نزنی یک دقیقه اینجوری نگرداری بیشتر نمیتونی، خسته میشه دیگه. بس دست وقتی که حالت به صورت نیمه بسته رو داره به صورت آویزون، وقتی میاد پشت کاسه همینجوریه. در تمام سازا همینطوره. شما وقتی پیانو میزنید دو دست شما این شکل هست، میاد اینجوری روی پیانو. حالا اینو میارید روی مثلا ویولون، باز همین. فلوت میخواید بذارید، یعنی همه چیزی که این فرم طبیعی شد دستا حفظ کنه. هر کدوم که دفرم شد ما داریم اون از طبیعت خودش خارج می‌کنه و یه انرژی به کار می‌بریم که اون رو دفرمش کنیم. یعنی الان این حالت مسئله نداره، این نداره ولی این داره که اینجوری شده. آخه تو ایران خیلی رسم شده که این حالت رو حفظ کنن، نمیدونم چرا. مثلا اگه همه دنیا هم رسم بشه باز غلطه، ولی که شما حالت طبیعی دست باید باشید. هر چیزی رو که به دست خودتون تحمیل کنید و اون از حالت نرمال خودش خارج کنید، شما یه فشار زمینی که فکر شما بخشی از مغز شما مرتب داره به شما دستون دستور میده که خودتون اینجوری حفظ باشید. درسته که وقتی شما هر ورزشی هم که بکنید چجوری میگن به شما؟ میگن که مثلا میخواین شما شیرجه بزنید تو آب، نمیگن که تمام عضلات رو صفر کن، مثلا دستو اینجوری نگرد به پرتو، میگن بدن آزاد باشه. پس آزاد بودن بدن برای هر کار فیزیکی شرطه، نوازندگی هم جای خودش. اما وقتی که ما مضراب میزنیم این به اصطلاح نقشی که خرک داره در تار خصوص برای کنترل صدا و رنگ صدا. ببینید اگر که بدون خرک باشه این صدا داره. که ما مخصوصا در ریز دیگه استفاده نمی کنیم از خرک، با خرک تماس میگیریم، ولی برای زدن ضربات اگر خرک استفاده نکنیم میشه، اگر خرک دائم استفاده کنیم میشه صدای خوبیست تو دماغیه و دست ما بنده روی خرک. در صورت که ما ضربه که میزنیم باید خرک رو رد کنیم، یعنی ضربه گیره در واقع. مرتب داره رو خرک میزنه ولی زود قطعه، اگه بخواد بچسب روش میشه خفه میشه یا تو دماغی سده. ممکنه که بعضی از مثلا رنگایی رو در ساز بخوام که این کار رو کنیم، نه همه شو خرکه در شیوه استادایی مثل فرهنگ شریف یا شهناز میخواد. خرک نقش زیاده داره. در هر صورت خرک استفاده میشه در تکنیک کلاسیک برای ضربه‌گیری، بر تنظیم مضراب و رنگ صدا. ممکنه اینو بزنیم بدون خرک. میشه؟ با خرک. و یک ویبراسیون دیگه که با خرک بازی با خرک است. این از دست راست ما. همینطور دست چپ باز باید حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه. دست چپ ما اینجوریه میاد پشت دسته، ما رو تو دسته رو دفرمه کنیم مثلا اینجا، و برای
حرکت روی سیم حداقل فاصله رو دسته بگیریم، یعنی که دور نشه. مثلا حرکت دور نشه. پس چیزی که خیلی مهمه اینه که هر دو دست باید اون شکل طبیعی خودش رو حفظ کنن. این قاعده تمام کارهایی که ما کار فیزیکی میخواییم بکنیم، شما هر کدوم هر رشته ای، شما مثلا در رشته خودت وقتی میخوای با ابزارت کار کنی، اول نفسی راحتی بکشی و تمام بدنت رو شل میکنی، تمام بدنت حالت طبیعی خودش رو پیدا میکنه، بعد اون کار رو انجام میده. هر کاری که ما بخواییم با دقت انجام میکنی یا مهارتی توش باشه، بدن قطعا باید آزاد باشه. و اینکه حالا مثلا یکی بگی که دست باید اینجوری باشه اینجوری باشه، رو عادتهای شخصی خودشون میگن، در صورت که قاعده اینه که بدن و دست به صورت طبیعی و آزاد.